سلام، بازم یه شب دیگه و یه موشکاف دیگه. اگه خاطر شریفتون باشه، پریشب عزمای زبار در رفته پرید وسط مرکب و یکی به میخ مذاکرات زد و یکی به نعل مخاصمات. توصیه من همیشه به مسئولین اینه، میگم در کار سیاست خارجی، در کار مبادلات بین المللی، در مسائل گوناگون هر چه تلاش و ابتکار هست به خرج بدید. من موافق با تلاش و ابتکار و پیشرفت و مذاکره و از این حرفا هستم. بله، اصل مطلب همین بود که شنیدید. سید علی میخواست قبل از مذاکرات یه چشمک قهرمانانه به 5 به علاوه 1 بزنه که یه وقت پیچ و مهرهای مذاکرات شل نشه. حالا دسر این نرمش علی گدا چی بود؟ هیچی، یه تشر بسیجی خرکن. روی مسئله موشکی کشور تکیه میکنن، توقع محدود کردن توان موشکی کشور رو دارن، در حالی که خود اونها مرتب تهدید نظامی میکنن. خب این یه توقع احمقانه است. بعد از این حرکت زیگزاگی مقام عظما، همه منتظر بودن ببینن واکنش طرف حسابات چیه. روزنامه های باند کوسه نه گذاشتن نه برداشتن، چشمک و چراغای عظما رو با تیتر درشت کوبوندن رو ورق پاره هاشون. طرفدار ابتکار در سیاست خارجی و مذاکره بودم و هستم. طرفدار ابتکار در سیاست خارجی هستم. طرفدار ابتکار در مذاکره هستم. این ترتیب کوسچی ها به دلواپسای قاطزده باند خامنه میگن یه سوتی. دیدید تو سال اصل چجوری سوار یابوی ولایت شدیم؟ از اون طرف لاریجانی مجلس هم به عنوان یکی از رؤوس مثلث حامی مذاکرات خودش را انداخت وسط و یه آچاری به مهره مذاکرات انداخت. ایران در مذاکرات حد صحت استی به دنبال روشنگری حق خیش به تمامه است، نه دنبال اسباب بازی هستی. در مذاکرات آینده چارچوب مورد قبول سیانت از کلیت فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای است و کمیت این فناوری محل چانه‌زنی نیست. حالا نوبتی هم که باشه، نوبت واکنش دلواپساست. بریم ببینیم اینایی که سالها ولایت رو حلوا حلوا می‌کردن، حالا روز روزش چقدر حرف آقاشون رو می‌خونن. پس شربت مداری شروع میکنیم که یه دهنکجی به عظما کرد و یکی از جملات سخنرانی‌های قبلی سید علی رو تیتر کرد. رهبر انقلاب صراحتاً گفتند در جزئیات مذاکرات دخالت نمی‌کنند. بابا این چه کشیه که میگی تو؟ سید علی اینو 6 ماه پیش گفت و تو الان میاریش؟ میخوای به خامنه سیگنال بده که حرفای اخیرش مالی نبود؟ اصلا میگیم این به کنار، اصلا بگو از دست در رفته. نامه بسیجی ها چیه برداشتی چاپ میکنی؟ اگر قرار است توافق نامه نهایی از سوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شود، باید متوجه این واقعیت بود که این توافق نامه تنها با به رسمیت شناختن صریح حق غنی‌سازی کامل هسته‌ای از سوی 5 به علاوه 1، لغو فوری همه تحریم های یک جانبه و چند جانبه ظالمانه علیه جمهوری اسلامی مربوط به پرونده هسته‌ای، حقوق بشر و تروریسم و نپذیرفتن پروتکل الحاقی یا هر برنامه‌ای که مستلزم بازدیدهای سرزده باشد قابل قبول است. دیدید؟ جون موچکاف دیدید؟ دیدید چجوری مذاکرات رو به تحریم ها گره زد؟ اینها رو گره نزنید به نقاط نیاز و ضعفی که امروز تصور میکنید در کشور هست. مثل مسئله تحریم. مسئله تحریم رو جور دیگری حل کنیم. آخه موشکاف دیگه چی بگه؟ این از تلسم شکسته ولایت، اینم از بسیجی های دماغ سوخته ولایت مدار.
این ولی فقیه یا گوشت چرخ کرده است؟ سید علی گوشتارای موشکاپو جدی بگیر، نگی نگفتی ها. موسیقی.